حاجه ننهي. صد 1390 روز شنبه ما از شفاخانه عاجل ابن سینا دیدن کردیم. در قدم اول از مطبوعات که برای اصلاح خدمات صحی و برای رساندن واقعیت ها برای مردم همکاری میکنن، وزارت صحت عامه همکاری میکنن سپاسگزار هستم. مشخصا از شبکه تلویزیونی طلوع که مشکلات پستی های شفاخانه را انعکاس دادن و این سبب شد که من امروز شخصا خودم از نزدیک بیام از شفاخانه ببینم ابراز امتنان میکنم. شفاخانه مشکلات خود خیلی زیاد داشت. ما رفتیم استاک مرکزی رو دیدیم، اتاق عاجل دیدیم، سرویس داخله، سرویس جرایی اعصاب دیدیم. چند قدمی استاک از استاک مرکزی شفاخانه شروع تا استاک های قدمه های دوم و سوم دیدیم. شفاخانه از نظر اداره و مدیریت و از نظر خدمات صحی به بعضی از خلاهای مواجه است که او در محدوده امکانات فعلی باید اصلاح شود، باید جور شود. ما یک تیم تکنیکی را هم تعیین کردیم، متخصصین وزارت ما را به شمول چند تن از مشاورین مقام وزارت تعیین کردیم که برای مدت 30 روز برشان وقت دادیم که یک بررسی بسیار دقیق هم علمی، یعنی از نظر کارکردشان، از نظر رهنمودها و پروتکل‌ها، از نظر متدهای تشخیص و تداوی و هم از نظر مدیریتی و اداری این شفاخانه را بررسی کنند و بر ما راپور بدن. ما سال گذشته یک واج سردستی را بر شفاخانه دادیم که از اون واج سردستی شفاخانه میتونند که مقدار مواد ضروری خودشان بخرند، خریداری کنند. این شفاخانه در سال 1390 از واج سردستی خود واج برشان تخصیص دادنش را استفاده نکردن. ما این را پیدا میکنیم که چرا کار صورت گرفته. به هر صورت ما باسم به این باور هستیم که مطبوعات یک رکن اساسی را در قسمت عرضه خدمات بهتر و انعکاس واقعیت ها برای مردم بازی میکنه. در 30 روز رکمه تعیین کردیم مشخصا در مورد استاکشان بود. ما پس روز چهارشنبه میایم استاک خود دیدم و تیم را که ما موظف ساختیم، یعنی تیم متخصصین ما را که از مرکز وزارت هستن، اونا را هم برشان 3 روز وقت دادیم که موضوع را بررسی کنن، کمبودات شفاخانه را و راه حلش را برداشتن. کار است که به صورت روتین و نرمال و روزمره وزارت را اجرا میکنه. ما یک ریاست عمومی داریم برای نظارت و ارزیابی که ریاست عمومی و نظارت از خدمات کلینیکا و شفاخانه ها را خصوصی و دولتی را باقدر دارن. ولی ما امی تیم متخصصین را که ما تعیین کردیم، اینها فعلا از این شفاخانه شروع کردن، اما امی تیم متخصصین ما به سایر شفاخانه های شهر کابل هم روانشان میکنیم که در پهلوی نظارت عادی یا نظارت روتینی که از شفاخانه میشه، این تیم هم مشخصا از دفتر ما تعیین شده اینا را نظارت میکنم و بر ما راپوری هست. شفاخانه خیلی با ابتکار و پشتکار و درایت خدمات بسیار خوب به مردم ارائه کرده. چه که در بین پرسنل کسانی که خوب کار میکنن تشویق شوند و کسانی که خوب کار نمیکنن به مجازات برسن. ما از شیوه های مجازات و مکافات خود در صورت استفاده خود کردیم. جناب وزیر خدمات استاک که مدیدم دقت عمل اونجا به خرج داده شده، تاریخش، سرویسی که قلم دوایی را گرفته و مقدار دوا و او چیزا ثبت بود. ولی شفاخانه از نظر بعضی میتودهای بسیار ساده و ابتدایی مدیریت مشکلات داشت. مثلا با شما دیدیم که در اتاق خواهد شد سرنج سوزن اینجا کمک کرد سوزن اینجا سیفتی باکس خالیست. خب برمانشان بتیم مصرف عمالی را جمعه کنم.
تلفن نیست. من لازم است لکی کلی چیز از بدارش داده بشه. سب سبیس همین از جریان عملیات است. کتاب پیرد مکری والی من موجود است. من این شب دالتر یکسی باید پرسان کنه که این شب پنج مالی وافیات بلاست. در جریان حساب که وافیات بلاست. شما دکتر نیستیم. اصلا مطالعه نداریم. کار نداریم. تیموار کار نمی کنیم. مشکل در کجاست؟ داریم مثلا مریضه که بدون پرواز است به بزات است و پرواز نداره برزوم کمک کرده میدانیم هم دوا و هم تجهیزات واردار هم مثلا شعبه اجرا در هر 15 از نظر دوا و از نظر تجهیزات ما اکمال میکنیم در 15 را پور میکنیم باز دوباره اکمال میشه پیروتم